شات بند یار یار. این آقا باربد بابایی مجری دیروز صدا و سیما، جو تو منتقد امروز جو. نزن آقا برادر، نمیدونم اصلا اسم تو چی بذارم. و اجراگر سالهای دور شبکه ماهواره‌ای به نام ایران میوزیک، شبکه‌ای که قریب به 20 سال پیش در اوایل دهه 80 شمسی با هدف پخش موسیقی تولید شده در درون ایران و مقابله با زائقه موسیقی لس آنجلسی به روی ایر رفت. پشت این پنجره نشستم تا تو را ببینم تو خیابون، گرمی و سردی اتاقم فرقی با حال من نداره، چون که میدونم تو هستی که گرمی عشق واسم میاره. شبکه‌ای که برای اولین بار چهره‌ها و صداهایی رو به آنتن فرستاد که همگی ساکن ایران بودند و اکثر اونها طی سال‌های بعد به نام‌های آشنایی در موسیقی پاپ ایرانی بدل شدند. چهره‌هایی مثل محسن چاوشی، فرزاد فرزین، مهدی مقدم، نریمان، سعید مدرس تو کوچه رضا یزدانی و خیلی های دیگه. این شبکه ماهواره‌ای مستقر در آلمان که خواهرخوانده‌ای هم به نام شبکه مهاجر داشت، سعی می‌کرد در سیاست‌گذاری خودش کاملاً دست به عصا را بره و از خطوط قرمز ارشادی به هیچ عنوان عبور نکنه. البته هیچ کدوم از خواننده‌هایی که اسمشون رو بردم در اون تاریخ هنوز مجوز ارشاد نداشتن، اما مدیریت شبکه به خوبی میدونست استفاده از خانم‌های بی‌حجاب و هر گونه حرکت موزون اونها میتونه در حکم گناهی نابخشودنی باشه. بنابراین خانم‌ها در کلیپ‌های ایران موزیکی یا اصلاً نبودن، یا اگر هم بودن با ابداعاتی مشروع و بی‌خطر عشوه‌گریشون رو نهایتاً با چنین تکنیک‌هایی بروز میدادن. این نمونه بعد از لبخونی های معروف حمید شبخیز اولین نمونه از داب اسمش ثبت شده در ایران پیش از خلق اینستاگرامه. خلاصه اینکه این شبکه برون مرزی سعی داشت تو اون سالها، یعنی سالهای اوایل دهه 80 که مقارن با دولت دوم خاتمی بود، هم سر و سامونی به موسیقی پاپ داخلی بده و هم آلترناتیو مؤثری رو برای مقابله با موسیقی لس آنجلسی بتراشه. موسیقی که پیش از این تاریخ تنها از مبدأ کالیفرنیای آمریکا شنیده میشد. تو این برنامه نمیخوایم قضاوت کنیم که این شبکه خاص تو اون سالها کار خوبی میکرد یا کار بدی. به هر حال نسل جدید دهه 60 بالیده در ایران در اوایل دهه 80 به عنفوان جوانی رسیده بود و حق داشت رسانه ای اختصاصی برای صدای خودش داشته باشه. مدیریت این تلویزیون هم چه بسا فکر میکرد میتونه با تعامل ارشادی با مدیران دولت موسوم به اصلاحات اولین شبکه خصوصی پذیرفته شده در حاکمیت رو تأسیس کنه. اما مسئله اینجاست که هیچ کدوم از این سناریوها هیچگاه به وقوع نپیوست. وزارت ارشاد دولت خاتمی هیچگاه این شبکه رو با تمام دست به عصا بودنهاش به رسمیت نشناخت. بعدها با روی کار اومدن محمود احمدی نژاد داستان بدتر از این هم شد و اخذ مجوز خواننده ها مشروط شد به قطع کامل همکاری با این شبکه و شبکه های مشابه. ایران موزیک در اوایل دولت محمودی به تدریج کمرنگ و کمرنگ تر شد و خیلی از خواننده هاش سالهای سال عقوبت پخش آثارشون رو در این شبکه با نگرفتن مجوز پس دادن. اما قصه ما اصلا قصه شبکه ایران موزیک نیست. ایران موزیک صرفاً بهانه‌ایه برای سفر به اوایل دهه 80 به روزهایی که امکانات تازه ضبط موسیقی دیجیتال در استدیوهای خانگی این فرصت رو برای جوانهای نورسیده دهه 60 فراهم کرده بود تا بتونن برای اولین بار انحصار نشر موسیقی رو از دست نسل اولی ها بگیرن و خودشون به ستاره های جدید بدل بشن. به موزیک کور 92 خوش اومدید.
قبل از آغاز دهه 80 تکلیف دولت، حاکمیت، ملت، ایرانیان درون مرز و ایرانیان برون مرز با مقوله‌ای به نام موسیقی پاپ روشن بود. حاکمیت میدونست تنها با دو نوع موسیقی سر و کار داره. نوع اول داخلی بود، در ترانه و فرم با موازین ارشادی کاملا همتراز بود، حتما در یکی از چند استدیوی مجاز داخل کشور ضبط شده بود و در نهایت موفق شده بود طی یک هفت خان رستم طولانی و پس از بررسی های مکرر و متوالی به افتخار اخذ مجوز نشر نائل بیاد. نوع دوم موسیقی اما دقیقاً مشخصه های برعکس نوع اول رو داشت، آثاری که عموماً در لس آنجلس تولید می شدن و مطلقاً در ایران ممنوع بودن و همیشه و در هر حالی از منظر نهادهای رسمی برچسب مبتذل رو روی پیشونیشون داشتن. اصلا هم فرق نمی کرد در باب موسیقی شهرام کی صحبت میکنی یا داریوش، خود لفظ موسیقی لس آنجلسی از دیدگاه دوستان مصداقی از ابتذال بود. واقعا آدم متاثر میشه. نه چرا آدم متاثر نمیشه؟ 8 سال رفتیم جنگیدیم قربان، یه دست خدا بیخبر میام دنبال مشروبات الکلی و نوار غیر مجاز. 2000 گفتم زرمار نوار غیر مجاز من گفتم؟ بله. نه نگفتن، نه ایشون نگفتن، منتها من شنیدم که موقع مصرف مشروبات الکلی خیلی میطلبه نوار غیر. در این میون مردم هم در مواجهه با موسیقی پاپ مختار بودن یکی از این دو ورژن رو انتخاب کنن. گزینه اول در نوار فروشی ها و سی دی فروشی های رسمی به عیان مهیا بود و گزینه دوم در دخمه های پشت شهرداری تهران یا در مغازه های محصولات فرهنگی در خفا. اما اینا در کل چندان چالش پیچیده‌ای محسوب نمی‌شد. دو طبقه بندی محدود و قابل کنترل وجود داشت و دو طیف واکنش مشخص از جانب نهاد قدرت و مردم. مشکل اصلی دست کم برای دولت و وزارت ارشاد زمانی پیش اومد که گزینه سومی به این انتخاب‌ها اضافه شد. گزینه‌ای که بعدها به اون موسیقی زیر زمینی گفتن. چیزی معادل واژه آندرگراوند ورژن غربی که البته در اونور اساساً معنی دیگه‌ای داره و ربطی به مفهوم موسیقی زیرزمینی ایرانی نداره، چون در ایران ما اساساً به موسیقی مجوز نداشته پنهانی میگیم زیرزمینی، موسیقی که اجازه روی زمین اومدن رو از طرف نهاد صادر کننده مجوز نداره و این اساساً فرق داره با مفهوم موسیقی مستقل و اصطلاحاً ایندی در غرب. وقتی این گزینه سوم به میون اومد، برای مدتی هم مردم در مواجهه باهاش بلا تکلیف بودن، هم نهاد قدرت، و اساساً مدتی گذشت تا همه بتونن درک کنن دقیقاً با چه چیزی مواجهن. بیاین موضوع رو زیر ضربین ببریم و ببینیم اصلاً چی شد که اینطوری شد. شرکت بلژیکی ایمیج لاین جز اولین شرکت هایی بود که در سال 1376 از نخستین اپ موزیک ساز دیجیتال خودش رونمایی کرد، FL استودیو، برنامه‌ای شگفت انگیز که به آهنگسازان و خوانندگان جوان این فرصت رو میداد که بدون نیاز به ابزار فنی استودیوهای آنالوگ موزیک خودشون رو بدون دردسر در درون خونه خودشون بسازن. تمام ابزار شبیه سازی صدای ساز هم در این برنامه تعبیه شده بود، گرچه در ورژن های نخستین برنامه جنس صداها فوق‌العاده آماتوری و ضعیف بود، اما به هر حال یک انقلاب فنی آغاز شده بود برای فضادهی به هنرمندان مستقل. درست در همون سالها ورژن های نخستین برنامه های مشابه هم به بازار اومد، برنامه نوئندو، کیو بیس، سونار و گیتار پرو و خیلی از برنامه های دیگه. اینجا پاساژ بازار رضا، معروف در این پاساژ کامپیوتر تهران که اوایل دهه 70 از خاربار فروشی به تدریج به سمت صنعت کامپیوتر رفت. نوجوانهای دهه 60 و جوانهای دهه 40 و 50 در اواسط دهه 70 خیلی از برنامه‌های کاربردی خودشون رو از این پاساژ تهیه می‌کردن و احتمالاً چشم موزیک بازهاشون در اون سال‌ها به اولین نمونه از برنامه‌های رنگارنگ موزیک سازی خورده بود. از سال 76 تا سال 80، درست در همون سالهایی که وزارت ارشاد دولت خاتمی در حیث و بیس این بود که آیا مجوز دادن به آلبوم دهاتی شادمهر کار درستی بود یا نه، اون جوونا تو خونه مشغول ور رفتن با اولین نسخه های اعجاب برانگیز برنامه های موزیک ساز دیجیتال بودن. خلاصه این که دوحلی که از سال 76 زدن شروع شده بود به تدریج صداش در اوایل و اواسط دهه 80 شنیده شد.
با کرور کرور آهنگ زیرزمینی که به ناگهان از سایت های اینترنتی و وبلاگ های فارسی نوظهور سر برآوردن و برای دانلود به روی شبکه گذاشته شدن. تو هر سبکی هم میشد توشون پیدا کرد. سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زال تو ببین باز چه جوری با این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلم و به خدا هم میگیره دامن تو، عاقبت یه روز نگونی خبری نگونه میدونی دلم پر از یه نفین سینه سوز نگو بی خبری. با رسیدن به اواسط دهه 80 به تدریج پای موزیک ویدیوها هم به موسیقی زیرزمینی ایران باز شد و اینجا بود که اون شبکه خاص یعنی ایران موزیک با پخش این موزیک ویدیوها که تماما بدون مجوز بودن اسم و رسمی برای خودش به هم زد و در این حال با فراهم کردن رسانه برای تولیدات نسل جوان داخل ایران به اونها انگیزه داد که کارهای بیشتری رو در استایل‌های متنوع‌تری تولید کنند. کارهایی مثل این که اولین حضور جوانی با اسم هنری امیر تتلو رو در کنار دوستانش و از جمله رضا پیش رو نشون میداد، ویدیویی که به سرعت در ایران ترند شد. ویدیوهای دیگه ای هم بودن که در زمان خودشون کلی غوغا به پا کردن و برای روزگار خودشون ایده های جدیدی داشتن، مثل این آهنگ و موزیک ویدیو که به توصیف جوانهای اهل دل اون روزها می پرداخت. حالا بعد از دو دهه میشه با نگاهی جامعه شناسانه دید که چقدر ملاک های پوشش و خفن انگاری در نسل امروز با نسل اون روز متفاوته و این اصلا امر عجیبی نیست. یا موزیک ویدیوی کراوات از رضا یا و آرمین تو اف ام که در زمان خودش کلی دانلود داشت. هر وقت میام ببینم با یک کلفات آخه دیوونم دیوونه ناز اون نگاتم، هم رنگ چشمات رنگ کلفاتم، وجودم رو کنار هم کیف میده نری تا سب دارم خانم بیبی منی تا باز میگم داری واسه مرزش سیاه زدم به خوشت میاد، همه میگن کروات به من میاد، از این آسیب به من بگو کروات چه رنگیش به هنیا. این دوران کوتاه چند ساله در اوایل و اواسط دهه 80 دورانی بود که هنوز دستگاه ناظر دولتی در بررسی پدیده تازه پیش آمده سرگردان بود و نه توان کنترل وضعیت رو داشت و نه توان تفسیر وضعیت رو. تنها برخورد قابل حدس ارشاد در اون دوران ایستادگی بر موضع و نپذیرفتن وضعیت جدید بود. برای خواننده ها هم این سردرگمی یک بلا تکلیفی تمام عیار بود. برای اولین بار در تاریخ موسیقی پاپ ایران بعد از انقلاب موزیک هایی داشتن بدون مجوز تولید می شدن. این موزیک ها خواننده هاشون رو معروف می کردن،
اما امکان پولسازی از این آثار ابدا وجود نداشت، چون نهاد رسمی فرهنگی هیچ گونه اجازه‌ای به صاحب اثر برای فعالیت قانونی به طریق خودخواسته نمیداد و همچنان به شیوه قدیمی اخذ مجوز وفادار بود. تازه اون شیوه قدیمی تنها ویژه و منحصر به مردان بود. اگر زمانی مثل شهریور 1382 به ناگهان چنین ترانه ای از دخمه زیر زمین بیرون می اومد، دهان همه باز می موند. بود تا شهر پنجر رو کنید. پنجر گردی؟ آره پنجر. امین. امینم که حلال مشکلات. جهنم. لعنت به روی تو الان آهنگای قشنگ آره. بوده بیا تو آزار. بوده بیا تو کوچه. کشره. آهنگ یه با صدای مریم نصراللهی که اون زمان با عنوان دیجی مریم شناخته شد و صدای دوبس دوبسش در هر کوچه و بازاری به گوش می رسید. معروفیت این آهنگ دردسرهای بزرگی رو برای مریم ایجاد کرد و در نهایت او رو مجبور کرد که در مصاحبه ای اعلام کنه که این آهنگ ها رو برای شنیدن مردان نخونده و نمی دونه این آهنگ ها اساساً چجوری لو رفتن و منتشر شدن. در اون سو موسیقی زیرزمینی رپ خیلی رادیکال تر از زائقه پاپ به پیش می رفت و نسبت به پاپ محافظه‌کاری های کمتری داشت. اولین نسل رپی موسیقی ایران در همون سالها شروع به فعالیت کردند و درست هم تراز با بچه های پاپ دردهای مشترکی رو چشیدن. گرچه هنرمندان رپ زیرزمینی مشکلات مضاعف‌تری رو نسبت به بچه‌های پاپ تجربه می‌کردن و همون رسانه‌های خرد موسیقی عرفی هم حاضر به پخش آثارشون نبودن، اما اینترنت با همون سرعت هندلیش بزرگترین رسانه براشون بود. خلاصه زمان گذشت و موسیقی زیرزمینی ایران واسه خودش یک هویت مستقل پیدا کرد، گرچه همچنان طی سال‌های بعد تا به امروز بلا تکلیف باقی موند. معدودی از چهره‌های سرشناس زیرزمینی اون سالها مجوز گرفتن و به روی زمین اومدن. گروهی مغضوب شدن از روی صحنه کنار رفتن و عطای مجوز رو رسماً به لقاش بخشیدن و به طور کلی خونه نشین شدن. گروهی هم ناچار به مهاجرت شدن و به خیلی جمعیت هنرمندان برون مرز پیوستن. شبکه ایران موزیک به تدریج تعطیل شد و جاش رو خالی کرد برای رادیو جوان و رادیو جوانها. رویای تأسیس شبکه خصوصی موسیقی در ایران هم به تعبیر نرسید. امیر تتلو دیوونه شد و بعد از مهاجرت ناکام سر از زندون در آورد. مهدی مقدم اونقدر برای مجوز گرفتن صبر و سکوت پیشه کرد تا اینکه فراموش شد. نسل اول رپ جاش رو به نسل دوم و سوم و چهارم داد. مریم دیجی مهاجرت کرد اما دیگه نتونست محبوبیت اون سالهاش رو بازسازی کنه. الهام چرخنده که اون هم بخشی از خاطرات شبکه مهاجر و دهه 80 بود، از این استاتوس شد این استاتوس. دور دور کردن های جردن هم کلن مالید و چند شد با دور دور کردن های دبی و کانادا و الخ. خلاصه این که زیر زمین همون زیر زمین باقی موند و ارشاد هم همون ارشاد و حکایت هم همون حکایت. این برنامه موزیکور یادمانی بود برای بزرگداشت تلاش نسلی که میخواست ستاره دوران جدید خودش باشه، اما در فرجام میراثدار درد نسل‌های پیشین شد. این نسل با تمامی ناکامیش هنوز هم ادامه داره، با وجود گردهای سفید برف که نرم نرمک روی موهاش نشسته. ممنون از همه رفقایی که همچنان با لایک و کامنت و سابسکرایب و خرید سوپر تانکس موزیک خور رو سر پا نگه می‌دارن و مثل خون تازه‌ای هستن در رگ‌های این برنامه فرهنگی. من میثاق بنی مهد برای تک تک شما دوستان آرزوی لحظاتی سرشار از عشق و موسیقی رو دارم. دمتون گرمه.